مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست و یخته چه میشه با خودم حرف میزنم، مهمونای خیلی جالبم یا با موجودی به اسم جیسن شمس، که جیسن رو دیگه توی این سفر ظاهرا خیلی آدما بیشتر از اون که فکر می‌کردم میشناختن و برای خودش امامی شده. امامی ما بودیم ولی امام واقعی ما جیسنه. بابا نگوی امام. آقا خلاصه براتون سریع بگیم که این اپیزود فرودگاه، یعنی من توی فرودگاهم، جیسن تو اله هنوز دقیقا خوشش اومده، همونجا تاپال کرده مونده خونه رفیقای ما، خلاصه تصمیم نداره که فعلا از دو پاشه بره، ولی براتون گفتیم که یه ریکپی بریم از تور که چی شد تا الانش و بعدش چی میشه و آخرش چی میشه و اولش چی میشه. من نمیدونم در اصلا کیفیتی، من الان مایکروفون خوب ندارم، خواسته ببخشن که صدای کیفیت وایسم خیلی خوب نیست. اپیزود قبلی میدونم صدامون خیلی تخمی بود، داشتیم تو ماشین تخمی جیسن ضبط میکردیم با اون چیزات آلودگی صوتی که ایجاد میکنه ماشینه، چون دیزلی که میره تو هرگوم ما خیلی سخت بود. چی میخوای بگی؟ گایدی ما رو بابا، که میگه دیزل میره تو هرگوم، هیچ دیزلی نکنم، ولی آره کیف آلودگی صداش زیاد، دیزل دیگه صداش تو خیلی 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 گایدی ما رو. بعد آره این سفر خیلی خیلی برای من که باحال‌ترین و بهترین سفرهای زندگی بود، من خیلی خوش کردم. چلا قبل از این برسیم من ادامه سفرم بگم سریع، من 28 میلان، 29 وین، 30 بوداپست، بعد 5 می استاکهلم، 20 می زوریخ، 28 اگه اشتباه نکنم لندن، بعد 23 جون تورانتو و فکر کنم 22 هنوز کنفرم نشده مونتریال، ولی آره چون ونیو اون موقع خیلی سخت و مونترال گرفتن شد، مجبور شدم ثرزدی نایت بگیرم، دارم سعی میکنم ویکند بگیرم، ولی کسی ازش بچه‌ها که تو مونترال کانکشن داره با من تماس بگیره. منم خلاصه امروز صبح الی بودم، جیسون منو رسوند فرودگاه که بیام این سمتی و الان نیویورک هم تو فرودگاه درست نیویورک و از اینجا من میرم فرانکفورت، بعد میلان، بعد دیگه ادامه داستان. جیسون بهم بگو یه ریکپی بریم و از سفر اصلا تو اومدی، اما که خیلی زود گذشت، خیلی خوش گذشت، خیلی خوش گذشت، اصلا عالی بود ولی خیلی سریع بود. بگو با مزه ترین چیزا این داستان اینه که تو وقتی سعیم نمی کنی خنده دار باشی، ببین من اینقدر از دست تو من خندیدم تو این سفر. چرا سر چی مثلا؟ یه چیزی بگو میاد بفهمید چی میگی مثلا. نه ببین مثلا برای خود داری تو خباب خودت مثلا نشه که داری گیم بازی میکنی و من از دور همچه تو رو نگاه میکنه، تو رستوران رفتی توی بحری غذا داری باش ور میری، اصلا برای خود توی تایم و توی فضای دیگه زندگی میکنی که همینجه مثلا انگار یه ایلین پت ایلین میمونی تو. آره اکس هم میگفت مشخصه که تک فرزند بودی بزرگ شده، این خصوصیت تک فرزندیمه، همش تو دنیای خودم هم کوشش کردم خب نیستید نه خب ولی مثلا 12 سالم بود به دنیا اومد، تک فرزندی بزرگ شدم، 12 سالگی دیگه بزرگ شده بودیم، بعد تازه حالا تا اون بیت بزرگ شد. آره نه راست میگی، راست میگی، چیزم ابلیویسم اصلا نمیفهم اتفاقای دور و برم میفته که اصلا متوجه نمیشم این اتفاق افتاد. یکی چیزایی که متوجه نشده بود اینه که چقدر محبوبیت داری تو بین مردم، اینش خیلی فکر کنم برای خودم یه شوکه، تو که از توجه بدت میاد و اینا. آره بابا اصلا خیلی عجیب، من که فکر میگم تخمق پرت کنن سرم، ولی هم تو سان فرانسیسکو هم تو الی همه که دوستم هم داشتن، حتی اونایی که مثلا اعتقادات جنجالی ما سیاتل همینطور، مثلا جنجالی ما دوست نداشتم، حتی میامدن میگفتن که مثلا دوستت داریم باید مثلا باید موافق نیستیم، ولی خب حد برای تلنگال میزدی، خب اصلا روابط خیلی خوب بود، همه خیلی خوب بودن. آره تعجب کن، ولی اینا کار توه ها، منو ولم میکردی همین گوشه واسه خودم، هیچکی منو دوست نداشت، تو یه شخصیتی تولید کردی، اون شخصیت رو همه دوست دارن که یه ذره به من ربط داره، وگرنه اینجوری هم نیست. من ولی واقعا میخوام بدونم، یعنی
مقداری که تو علف کشیدی تو این سفر، اما که من ثابت شد که کسی به پایتون نمیرسه. هرچند همه آدمان ادعا کردن آقا من خیلی سنگین وزنم، اون یکی میگه علف من خوب اینا، تو اصلا همه اینا رو گوزپیچ کردی آدم. هر که دست تو یه جوینتی گرفتی دست سرش کشیدی و رفتش از یه صخره پر شد پایین برای خودت. دقیقاً همین اتفاق همه جا برای همه افتاد. همین گفتن از یه ما پیش تکس میادم من برات میدم جوینت فلان میارم جوینت بیسار میارم، بعد هی آوردیم عمر کشیدیم و من گفتم حالا بذار من یه جایت به تو بدم و یه پک میزد خیلی میخواد رو زمین. مال من نیست البته، کار من نیست، کار اوریگنه. اوریگن خیلی قویه داستانش، علفاش قویه دیگه، حتی کالیفرنیا مالیفرنیا به پشمش نمیرسه دیگه. چی دیدی این اصلا برای من نمیخواد اینو بدونم، یعنی اصلا تو همیشه از سوال میکنم آقا این الان تمام بشه جوینت چی میگفتی بریم پن و اون تماسش نمیگفت بریم دبنی. میخوام بدونم که اصلا یعنی دیگه تو چه حسی میکنی وقتی که علف میکشی؟ آخه برای من خیلی عجیبه، من که میکشم واقعا از اینم که واقعا نشه میشم، من اصلا های میشم برای فان نیستم. تو به نظر من تازه اپریشنال میشی رو علف، یعنی تازه میتونی فانکشن کنی، رانندگی آره. کنی، زندگی کنی. عصبی من دیدم که تو رو اصلا آروم میکنه، عصبی نیستی دیگه. آره آروم میشم، بعدم اینکه حال میده دیگه، زندگی داری پیش میره، بعدی علف میکشی بیشتر حال میده. خب میکشی بیشتر بری. ولی درسته من تالرنسم خیلی بالا رفته، مثل این بچهای اورگان شده و من تعجب، من خودم به قول تو نمیدونستم، تعجب میکردم که مثلا من که یه پاک از علفم به تو دادم تو قش کردی تا همین بالا همین افراد، تو که تا همین یه دقیقه پیش ادعات میشد که خفن ترینی، چی شد؟ گوز میشدن همه. آره واقعا عجب غریبه. ولی آقا بیه بیه شاتاتم بدیم به اکیپمون، بچه های تیم خیلی خفن بودن. به مارسل که گیتاریست فرانسویمون که ما باش گفتیم فرنچ دسپرادو. ببین یه دو تا کلمه حرف میزنه دخترا، اصلا تو کامنت ها بخونی میگن این چیزه کیه، این گیتاریستتون کیه، نمیدونم فلانه چشوشنه فلانه چشوشنه فلانه. آخه نیست اینقدر محترم و مؤدب و خوب و پسر چی چیه، تا دختر میبیننش میگن یه یافتم دیگه. آره شوهر رو اندام پیدا کردم. آره عاشق شدمه. آره دیگه اون دیگه اصلا چیز کرده بازار ما رو به هم زده کلن، یعنی دیگه ما دیگه عاشقش هم ولی بارد. خیلی پسر ماهیه و آره به قولتون میاد یه دو تا کلمه فرانسوی حرف میزن اصلا عجیب غریب همه یه جذبش آره. میشن آره همچین نشان فرهنگ و تمدن طرف همه آره. جذبش میشن. من اتا هم دو تا کچل پیر خیرست و داغون همینه دیگه دیگه چی؟ دیلن هم خیلی بچه با بودید از نیویورک با ما بود به سیستمون، اونم یک کاراکتر خشن نیویورکی دیگه، صبح و شب روی علف و دراغ و هر مشروع، یعنی هر چی بهش بدی میزنه و تا تایش هم میره اینجوری که وایسه و مدارا تو وقتی که جلوش بذاری میزنه، اون هم سیستمش نیویورکیه. اوریگن فقط شما تو علف میرین جلو، نیویورکی تو علف، کوکین، مشروب غیره، ایکس ایگرگ میرن، هر چقدر جلوش بذاری میرن. تا خیلی عجیبه دیگه. آره یه دو اونس علف کشیدیم توی یه هفته. خیلیه دوست، خیلی. تو هر اونس 28 گرمی دیگه. ما یعنی چند گرم؟ از 60 گرم. 4 گرم میشه 56 گرم. 56 گرم میشه. آره. آره حالا اون جدای دب و جدای علفایی که دیگران بهم دادن. مگه دو اونس علف که آورده بودم که الان تموم شد. اون از دب و اینام بود. آره و آره دیگه خیلیه، من باورم نمیشه اصلا. من اصلا فکرش میکردم برای همین من از شماها نمیکشیدم، برای من هم مقدار کمی که میکشیدم منو میساخت، برای من خوب بود. برای شما توی لیگ دیگه بودین اصلا. آره بعد دیگه بقیه بچه توی ایست کوست درامرمون یه رفیقمون بسم پاتریک، ببین این پسره اصلا عجیب غریب درامر خوبی بود. این پسر سیاه نیویورک تای راکوی محل داغون فقیری، تیپ قیافش هم اینو جیمی هندریکس های 2023، همش هم نشه. پول غذا نداشت، پول بلیط اتوبوس نداشت، ولی پول دراگ داشت همیشه، یعنی دراگ دستش بود. بعد خوار خواست تو که هیچی نداری چرا هی مواد میزنه؟ ولی هیچ‌وقت آن تایم نبود، صد دفعه براش دقیق نبود، اوبر میگرفت که برسه به فرودگاه به تمرین و فلان، گریه‌مو درآورد. ولی خیلی وقت بود با یه درامر به این خفنی تو زندگی من زده بودم. یارو هر چقدر نشه بود، هر چقدر گیج بود، هر چقدر پلشت بود،
پشت ساز که تو نیدی اونو، تو ایسپاس با نبودی. ببین ساز که میزد اصلا یه روح، اصلا روح درامز رو در میآورد. واو. جیمی هندریکس هم میخونی راجبش، اونایی که نوشتن راجبش همین حرف میزنن. اصلا عجیب غریبه که این سیاهان هم اصلا میدونم خیلی کلیشه مثبتی که بگیم، ولی اصلا ریتم و این استریوتایپی که میگم، ریتم و موزیک اصلا تو وجودشون توی یه لول دیگه است احساس میکنم. نمیدونم، یعنی اون ریتم و عجیب غریب درک میکنم و خیلی 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 دوست داشتم که اون بقیه تونم اون با هم باشه، ولی خیم بازی در آورد، با دوست دخترش دعوا کرد و کار رو پلیس کشید و دیگه من دیدم این دیگه خیلی واقعا لایبلیتیه. فعلا بشم کلی زنگ زدم فوش شدم، یعنی به معنی برادر بزرگتر، یعنی خیلی نصیحتش داشتم که بگم با دود یه ذره بیا به خودت برس، تو الان اینقدر موقعیت خوب داری، امکانات خوب داری، اینقدر موزیسین با استعدادی هستی، حیفه واقعا، حیفه. اینجوریه، چه بالانسیه، ولی موزیسین ها چقدر اصلا در آشفته هستن و مشکل ساز میشه. اصلا یه چیز کلیشه بازم اینه دید بین ما آرتیست ها که آقا تو باید زرج کشیده باشی برای هنرت و فلان، این خیلی برای واقع. من یادم مثلا دوستایی دارم توی نیویورک و الی اینا که ساز میزنن، شهرهای دیگه هر جایی، سانفران، سیاتل، فلان، و مثلا هزاران تا دعوه که آقا اینو گوش کن، اینو مثلا بیا اینجا این اجرامو بیا، هر وقت هم میرم این واقعا افتضاح موزیکاشون، یعنی افتضاحه، یعنی اینجوریه که بد باشه. من خودم اصلا ادعام نمیشه، ولی من حداقل یه مینیمال کیفیت رو بهش رسیدم. بعد میفهمی چی خوبه چی بده. آره، میدونی من حداقلم اینه که میدونم چی خوبه چی بده. با خودم که تعارف که ندارم. بعد ولی آره مثلا این یادم یه پسره بود اینجا توی نیویورک قدیم، و از اون ساز موزیسنای خیلی خوب دیدم که هیچ وقت هیچ گویی نمیشدن به خاطر ایگو، دعوا، سکس، دراگز، روک اند رول، به خاطر مسائل مالی. ولی آدمی بودن که همیشه داشتن سازم میزد و مثلا بعد هم نمیدونم مثلا شوش میرفت، ولی هیچی روح نداشت، اصلا نه شعرش نه موزیک، اصلا این آدم تمام زندگیش رفته درس خونده که حرف مرتب بچه خوب میده، نه جوین کی زده، نه دراگی زده، نه فلانی کرده، نه بریک اپی داشته، مثلا تهش مثلا یه با دو سخرش توی کالج مثلا نیومد سر قرار باش. آره. یه آلبوم موزیک نوشت که آقا وای قلبم فیگت که نمرم پایین اوشه. ما این بر شپ و راست دارن ما رو با تیر میزنن، نمیدونم اینجا فلان گروگان میگرن، اون خونت پاره میشه. خب یکم که آدمی خب طبیعتا خیلی حرف بیشتر داره برای گفتن. درسته. نمیدونم چی جواب چیه، یعنی همچی زرش میکشیم. نمیدونم، منم نمیدونم، ولی مثلا تو هیپ هاپ هم نکن، تو این حرفی زدی تو ماشی که من خیلی هم خندم گرفت، هم خیلی منم به فیک برد، خیلی باحال. گفتی آقا من عاشق این رپرای گنگستری ام که با احساساتشون در ارتباطم. خیلی مشاهده خیلی جالبی بود. گنگسترای حساس. آره، گنگستر حساس، یه تضاد عجیب غریبیه. یارو با شبا با تفنگ میره بیرون. میدونی از اون یه آهنگ میخونه که نمیدونم میگم عشقم فلانی که نمیدونم بچه بودیم بعد تیر خوردی به گاه رفتی، حالا من در زندان به یادتم و اینا. آره این بحثا درسته. نه و یه بالانسیه دیگه، درسته. خود بعد زندگی تو درست بکنی دیگه خوش میشه، میفته دیگه. بابا اصلا تو همه این آلبوم های رپرها رو نگاه بکنی، حتی غیر رپرها نگاه کنی، مثلا اولیهشون خوبه، بقیهش گذشته. مثلا اولیهش مثلا داستانایی که مثلا تو خیابونا نم کرک خود فروشی میکرد، کرک و اینا، تفنگ و اینا، بعد مثلا خب پولدار میشن. بعد آلبوم دومشون چیه؟ مثلا سوار فراری میشدم. بابا دیگه تموم شد دیگه. آره درست. آره آره این خیلی پیش میاد اتفاقا، اون آدمایی که در مورد چیزا میخوان. تو الان که مثلا جیزی و کانی اینا پرودوسرای خفنی ان، همینا مثلا میتر کنن، ولی حرف برای گفتن دیگه ندارن. نه دیگه چی بگن، توی ایگو خودشون غرقن، توی اون میدونی نارسیسیسم خودشون غرقن. و نارو چی بگه دیگه، میلیارد ها دست دادم، کریپتوکارنسی سقوط کرد، مثلا رپ کنه راجع به این. نه بابا چیزی نداره بگه. آره همین، بعد میان یکی دیگه رو پیدا میکنن که از تو خیابونا اونو بلندش میکنن. مجبور میکنن ببینم، شاید اصلا برای همینه که این موزیسین راک و اینا اصلا اووردوز میکنن میمیرن، از دست میدن اینجا اینا، میبینن دارن میشن اون چیزی که نمیخواستن بشن، نمیتونن جلوشو بگیرن، هی دری دراگ بیشتر بزنن که یه اصالت بیشتری بهشون بده. منم همین باور دارم، یعنی من بزرگترین شانسی که تو زندگی آوردم اینه که خیلی معروف نشدم توی جوانی، یه ذره مثلا کوچولوی منو و موفقه، و الان تازه مثل شراب خوب دارم جا میفتم و با محدود فنای کمی هم که دارم عشق و حال میکنم. یعنی ما
توی این طوری که من ثابت شد اینه که آدم نیاز به خیلی زیادی نداره برای خوشحالی توی زندگیش. یعنی همیشه ما اینو میدونیم on paper، ما همیشه اینو میدونیم که آقا برای خوشبختی تو نیاز به خیلی چیزای زیادی نداری. چند تا رفیق خوب، سفر خوب، آب و هوای خوب، علف خوب، فلان، یعنی خیلی 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 با همین چند تا چیز تو میتونی بهترین زندگی رو بکنی، بهترین حالو ببری، لذتای ساده. آره، و به جای اینکه همش طمع و حرص اینو بزنی که آقا وای من اینو ندارم یا اونو میخوام، امبیشن داشتن چیز خوبیه ها اتفاقا. من واقعا سر جیسن کلی داد میزنم که آقا تو قدم با اوچو خفنی هستی، مثلا برو انگیزه. آره، این انگیزه رو داشته باش که آقا چون میگم برو پی اچ دی بگیر، برو کار خفن سیاسی بگیر، اجتماعی بگیر، نمیدونم جامعه شناسی بگیر، چون توان در توانایی هستی. به جای اینکه فقط نک کارت مثلا میگم به قول خود علف تو راحت میفروشی و زندگی تو میکنی، ولی اونم چون در تو میبینم این توانایی و این انتلکتو این چیزو این چی میگن، حتی به قول خودم یه روز شاید بخوای معلم بشی، اونم به نظرم میاد شغل خیلی باحالیه. آره، باحال میشه معلم های اسکول بشی و معلم های اسکول باله که روز نشه میاد سر کلاس. اصلا آماده یه چیزم، آماده محله بعدیم دیگه، آماده محله بعدیم، چون که اومدم اورگن که مثلا علف رو یاد بگیرم، حالا یاد گرفتم، واقعا احساس میکنم دیگه سرعت یادگیریم کم شده دیگه، همه شغلای مختلفو توی این صنعت داشتم، میتونم تیک بزنم. حالا مثلا شغل نمیدونم مثلا صاحب کل کار مزرعه رو نداشتم، ولی اون دیگه مدیریت از لحاظ این که مثلا کاشتش و پروسس کردنش یاد گرفتم دیگه، آماده موضوع بعدی ام. احتمالاً برگردم مریلند، همون ایالتی که چیز گرفتم، لیسانس گرفتم، برم برای دکترام بخونم، چون اونجا که صنعتی هم راه انداخت. آقا ال ای بابا، ال ای ال دکتر من تو ال ای باشم آقا، این دیگه من ثابت نمی نمیام، تو اومدی میام تنهای سخته. اوکی. نه من هستم با کنارتم. اینم بقیه بچهای سفر رو بگیم. یکی دیگه بچهای تیم خشی بود. آ این خشی اون پشت موسم از احتمالی دارن وسط جمع میکنم. خشی که بچه جوونه، تقص عکاس فیلمساز ما، که ببین یکی از بامزه ترین و باحال ترین بچهای خوش سفر ترین آدمای دنیا. خیلی باحال. و دست اون و تقص بزرگش انقدر ما خندیدیم و میره تو مهمونی. آره ببین، میره با همه حرف میزنه، مخ همه رو میزنه، نمیدونم هزار تا برنامه ایون پیگیره، از این آدمی که از گریب کونتنگ به تمام معنا، یعنی یک ثانیه رو، یعنی قشنگ حتی وسط خوابشون داره هنوز ادیت میکنه، داره کانکشن میزنه، داره فلان میکنه، یعنی خیلی انرژی رو دوست داشتم و من مطمئنم چند تا دیگه انقدر موفق میشه این دیوز که ما دیگه نمیتونیم مثلا افوردش کنیم بیاد. آره، کیفیت کارش همه زب چیزی که زب کردی رفت بالا، اصلا این سفر که عکس و مکس و فیلم و کلیپ و اینا اصلا نبود اون موقع این چیزا. آره. خیلی خوب، بعدم خیلی بچه بالیه، خیلی بچه آره. بالی همجی سر مثل مرغ سرپریده در بریده همین برنامه میترسه. اون چی بود جلوی الی، همین برنامه الی جالب بود، من چی بود به دیوار تکیه دادم، بعد میگفت بیا اینجا عکس بگی، بعد گفتم بعد میگفتم کس کش، من به تو گفتم هر چی میخوای عکس بگی به من نگو چیکار کنم، عکس همینجوری بگی، بعد گفت باشه 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 همینجا وایس، اشکال نداره، گفتم باشه. بعد چه دیدم هی همه دخترا رو یقه میکنه، تو بیا بری، مثلا اگریسیو خیلی مثلا چیز باز دور، تو بیا بعد یه گله دختر دور من راه انداخته، حالا وایس هم عکس بگیرید، گفتم ای دایس، من گفتم من کاری نمیکنم، ولی تو همه شرایط محیط دور برام این چیز کردی، مثلا آدمی که نمیشناختم مثلا معلوم نیست کیه، براش بود از یه کم بوده بود برست تو خیابون این جنده های هالیوود، خیلی بود خیلی هالیوود هم جمع بکنه که یه گله داره ما راه بندازه اینجوری. هیچ چی دیگه. آره، کارای بامزه زیاد کرد، کارای خیلی بامزه چیز میکرد، و تا چشم خوبی هم داره که مثلا بفهمه ای این پتانسیل، مثلا من دارم یه کار خیلی معمولی میکنم که برای خودم مثلا حواسم نیست، بفهمم فرداش این عکسو برش پست کرده از اون کاری که دارم میکنم، میگم ای این چقدر جالب، حواسش بود که مثلا یه پتانسیل یه عکس و کلیپی بود که من مثلا دارم چه یه جوینت رول میکنم یا هر چی. خیلی باحال. آره، معلومه بیشتر عکس تو داره، حالا جوینت رول کردن یا کشیدن، از زیاد غیر از این ما راندی کردن من که من که کلکسیونه که دارم از تو واقعا، یعنی خدا رو میخوام مونتاژ کنم. وای با کی بود اینو گفتیم و خنده مردیم دیروز، یه میم هستش روی اینترنتی، یارو مثلا هر دفعه خودش چه عکس میگیره تا پیر شد و اینا، اون تو خود جیسن رو میذاریم در حال جوید کشیده همینجور داره پیش میشه جوینت هم هست. اگه پیانوی آرومی هم پشت صحنه هستش، بعد آخریش تو تابوت اینجور خوابیدم و اسکلت هم داره جوید دستشه، بعد شما داریم میخندینه مثلا میگوزین رو صورت هم و اینا. من واقعا خیلی خنده است، ولی خیلی زود بود دیگه، مثل خرانده ای کردیم شد، مثل خرانده ای کردیم شده بعدی، مثل خرانده ای شده بعدی رفتی و انجام شدیم. آره الان یه چیز پست تور بلوزی مالا. الان من اول دلم برای تو تنها چه خیلی برم، ولی مثلا برای من میدونی سوالم اینه،
یعنی تا ابد اگه میتونستیم همینجوری بریم میرفتیم، چون واقعا انقدر خوش میگذره. من واقعا 5 سال بود انقدر من خوش نگذشته بود به شخصه. میرفتیم تا خسته شیم برای کار بعدی شروع میشد دیگه، یعنی میرفتیم تا تمام قصه بره دیگه. ولی من راستش بخوای قشنگ الان یه جوری هم که میتونم با شماها مثلا 6 ماه دیگه راحت برم. آره آخه ببین، نیست موسیقی فارسیه، ما محدود شدیم به شهرهایی که یه جوامع فارسی زبون داره. توی آمریکا حتی میذارم هر گوشه کنارش یه بند هستش که مثلا سالها دارن تور میکنن، هر باری هر قبرستون در یه شام بده امشب اونجا میزنیم مثلا پشت میخواین دوره بعدی دوره بعدی 10 سال 20 سال. ما نه دیگه، ما چند تا شهر میزنیم تموم میشه دیگه. نه ولی میشه، مثلا من حساب کردم سری بعدی میخوام بریم مثلا 15 16 تا شهر بزنم. Pink carry on if you could bring it to gate C131. Pink carry on اگه دستت بده. Pink carry on. آره خوب کی وایس تایی صداش میومد. آره البته شهرهای دیگه هم کوچیک کوچیک هستن اگه بتیم هماهنگ بکنیم. چون تو میدونی تو موسیقی نه ببین، من وست کوست مثلا میدونم که مثلا میشه رفت پورت سیاتل، پورتلند، مثلا ساکرامنتو. چرا بالاخره هست میگی دست همه جا هست بس. بابا بیم بایی ما هر شب بتونیم پول بنزین و پول خرج موزیسین ها که پولشون رو بدم و در بیارم بخوام با غذا آره. آره با غذا رو مینیمال رو بتونم در بیارم برم میرم میذارم اون شهر رو ولی بریم دیگه چون شهر کندوم میدونم سود میکنم ولی مثلا کوچیک سرا. آها سیدی دارم استاد، برنامه اصلی من اصلا میخواستم یه حرف بزنم اینه که من دیگه ثابت شد اون کانکشنی که بچه‌ها به من و تو دارن، اولا که فکر کنم تو هم قبول بکنی که بیشتر موفقیت این تور به خاطر پادکست بوده. آره بابا اینو قبول داری؟ آره بابا، چون که نصف ملت از پادکست بودن، اصلا هر شوی میرفتیم دو نوع آدم بود. آره. یه سری آدما بودن که موزیکای تو رو میشناختن، من بهشون میگفتم فنای اوریجینال تو که اصلا پادکست اصلا گوش نده بودن، اصلا خیلیش اصلا نمی پادکست چیه، میگفتم من با اون آهنگ نمیدونم فلان فلانش بچگی چی چی کم. یه سری هم بودن بچگی اصلا موزیکیاش موزیکاتو نمیشناختن، فقط پادکست شنیده بودن. بعد این دو گروه جمع شده بودن، بعد هر جا که میرفتیم این دو گروه متمایز بودن. یه تفاوتی هم که بود این دفعه بابا من با شما 10 تا تور رفتم دیگه، میرفتیم اشغال میکردیم ولی موقعی که شما موزیک میذاری من اون بیرون میشستم واسه خودم، هیچ کی من نمیشناخت. ولی این دفعه من بیرون میشستم واسه خودم، همه میومدن باهم حرف میزدن، ای تو فلانی این تو بیسار، و راست میگی ارتباط برقرار میکردیم. آره بابا مثلا بگو این جالبیش اینه که میگم توی کنسرت ها و تو این کانکشن ها بچه ها تو این شو هم میخندن هم گریه میکنن هم جوینت میزنن هم حال میکنن، یعنی میدونی یه حالت چیزی شده هستن، یه تجربه، یه نمیخوام بگم مثلا spiritual ولی یه تجربه خیلی عمیق تری اصیلی شده، میدونی که ترکیبی از انواع اقسام احساسات تسلش توش و تو وقتی میگه خودتو جوی رها میکنی اینو میخوام بگم همه احساس میکنن که متعلقن به این خانواده که اونجا جمع شده، کسی احساس غریبگی نمیکنه. و همه دوستایم که مثلا این بچه با حال معروف ها بودن که مثلا خیلی نمیشناختن پادکست یا داستان من و یا هرچی اینا، میگفتن که آقا مثلا کیفیت فنای تو رام چقدر باحاله، یعنی آدمایی که میان آدم حسابی ان، خیلی بچهای کول و من که بگم آقا فنا آدمای دیگه تخم میان، ولی حالا دیگه اینجوری دارم همینا میگم دیگه فنای رو واقعا خیلی باحال تر از بقیه فنا و بچه های کولی هم میگن درینکش رو میزنن درینکش رو میزنن حال میکنن با ما کولن همه میگن و میخندن و این ارتباط نزدیکی برقرار میشه برای من اینقدر سپیشل و قشنگیه. میگم واقعا خیلی وقت به خودم اینقدر رها نبودم که احساس راحتی کنم. من فکر کنم به قول دوستم اش اونم چون خیلی آدمه من خیلی برای اون ریسپکت دارم و اون میگو بگو رام تو اینقدر دیگه خودتی، چه روسته چه پایین است چه اون ور چیز که این همه باش ارتباط برقرار میکنن زمان آره نداره راحت شدی دیگه راحت هم آره. میخونی اون قدیم آره. ها انگار زور میزدی، الان انگار مثلا که دل حرف میزنی حالا موزیکت هم معمولیه، بعد دیگه آدم میتونه راحت باشه دیگه. خیلی خوب شدین بابا، انگار آره. بندتون قبلا خوب نبود که الان خوبه، الان واقعا شبیه یه بندی هستی که مثلا بندهای حرفه دنیا که میزنن درستای میزنن صدا همه رو نوتش خوبه و خیلی من ایمپرس شدم دیگه. ما بالاخره جیسون رو تونستیم ایمپرس کنیم دایید. آره من اصلا دوست نداشتم ایشون موزیک بزنه ولی این دفعه دیگه گفتم بابا نه بابا خیلی خوب شد.
آقا ولی اینو بهم بگو از سیاتل بریم شروع کنیم اون بالا که اومدیم پایین. اول که میگم ماشین تو تا آخر عمرت نگه داری. اون ماشین واقعا اون شفروله یه چیز یونیکیه. خیلی خاصه. اصلا یه کاراکتری که داره با خیلی جالب برای دیگه دوستایمون که بودن که سوسول بازی در میدن نمیام تو این ماشین و کسی. اون اصلا انگار نمیفهمن یه سری چیزایی توی زندگی. آقا مثلا حالا یه ذره کثیف هم باشه ماشین به تخمه بابا. یعنی آره منم تمیزی دوست دارم. بچه‌ها میدونن منم چقدر حساس و سوسولی ام سر چیزی. آقا دیگه این وضعیت اینه. تمیزش کردیم دیگه. حالا نصابیدیمش. نه بر اساس استانداردهای آدمای عادی و تمیز. بر اساس استانداردهای آدمی که توی لجن زندگی میکنه تمیز شد. آره. نه آره خاکیم دیگه چیکار کنیم. ولی من خواستم که از ببین یه بالتنج در این سفر این بود که مثلا تو فرهنگ مختلف شهرها رو وقتی میری تجربه میکنی سیاتل میری همون نورت وست هوا ابریه بارونیه نیمچه دیپرسته میدونی انرژی اونجا یه جور بود ببینی سان فرانسیسکو یه ذره بچه های ذره مایدارترن ذره تکترن نمیدونم آره مثلا مایدار علکی هم نیستن مایدار خیلی مثلا در جریان و انگیش میشه مثلا بابا یارو مثلا 40 سالگی داره بازنشستگی میکنه مثلا در حرف آره. اون حرفش میذاره که آره من دیگه میخوام بازنشسته بشم چه مثلا تصورش برای من جیسن یه چیز غریبیه بابا مثلا من منفیه نتم نمیدونم چی میگی دیگه و این جالبه آره. من و جیسن جاهای بعضی وقتا آره مکن در طرف تو نمیگم اینطوری خدا مثلا اینجا آدم یه حسادت های کوچولو شاید میکرد مثلا آقا کاش زندگی من این خونه رو داشتم این راحتی ولی هر جا که میرم حتی این آدمایی که اینقدر پول دارن یا فلان یه چیزی که من متوجه شدم تو این سفر اینه که من و تو با این که هیچی نداریم صد برابر خوشبختتر و خوشحالتریم از خیلی بچه‌ها من اینکه بهتریم و منظورم اینه که زندگی اونا از این لحاظ خیلی بهتر از ماست آدمای خب ریسپانسیبل تر و مسئول تری هن سالم تر هن فلان هن و غیره و اینا ولی من با خیال راحت میتونم با تو شرط بندی کنم که اکثر آدم هایی که دیدیم یا میشناسیم یا در ارتباط دیدیم تو نیستیم اینا آرزو میکردن که جای من و تو بودن و همچین زندگی و همچین هیجانی داشتن و هر شب یه جای جدید یکی جدید و کلی آدم عشق و حال بکنن یعنی آره و این عجیبه همیشه ما هزار بار در مورد موضوع حرف زدیم که چی باعث میشه که آدم ها این ترس رو داشته باشن که نرن دنبال آرماناشون نرن دنبال انگیزه هاشون و آرزوهاشون این بچه هایی که ما دیدیم خیلیشون راحت میتونن بگن لپتاپ رو ببنده بره هر جا که میخواد از منم بهتر بیشتر پول داره آره بابا خیلی 10 تای ون منو بخره بره صد تای ون تو رو میتونه آره 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 میدون چی می من میدین احساس میکنم که این نمیدونم حالا میتونی بگی ذات آدمه یا هرچی هستش این هژمونی جایگاه اجتماعی آدم ها رو وادار به یه کارایی میکنه که خودش مثلا تنها باشه همچه انتخابایی نمیکنه میدونی یعنی اینکه به ما که نه به افراد خوروندن که تو خونه داشته باشی ماشین داشته باشی زن و بچه داشته باشی بعد خیلی خب ما رفتیم دنبال این چیزا بعد کسبش میکنن بعد سوال نمیکنن که آیا این چیزی بود که من میخواستم بعد ما این فرصت رو داشتیم دیگه من دیگه میتونم بگم که از سن پایین آگاه بودم نسبت به این موضوع که این چیزی نیست که من بخوام یادم به تو هم میگفتی که من شغل نمیدونم 9 to 5 و علکی نمیخوام میخوام یه جور دیگه زندگی کنم و خب میدونی در آخر میدونی چیه ثباتم یه چیز جذابیه به هر حال اون افراد دیگه ثبات بیشتری از من و تو دارن آره و میگی مثلا بخوای زندگی من داشته باشم ولی مثلا این رو ساعته اگه زیرش اون یعنی واقعا مثلا یه روز بره تو جسم من اون بی ثباتی من شاید دوباره خود بزنه مثلا برونه اون فرد و از زندگی من چون عادت کردن این افراد که همه چیشون باشه همه چیشون تضمین باشه من نه تنها الان هیچیم تضمین نیست هیچ وقت هیچیم تضمین نیست یعنی اصلا رفتار روزمره‌ام به این دوندگی یعنی معنی با این دوندگی معنی پیدا کرد که اون دوندگی اینا سالهاست نکردن سالهاست که به اجاره خونهشون ردیفه ماشینشون ردیفه همچنین و همچنین خوشخوشان هم نیست دیگه این فکر کنم تأثیر میذاره روی انواع رابطه‌هایی که من تو تیم داشته باشیم تو البته خب لورد اف تیندر یو یعنی تیندر که جواب نمیده اینجا بابا گایدن تیندر نم چی شد تو بابا سر راه که صد تا تیندر زدی اونجا تو سیاتل بود تو سان فرانسیسکو بود کجا بود یهو بچه‌ها رو خواب بیدار کرده هفت صبح بچه یه دختره هستش و دوست داریم بریم میخواد با همتون بخوابه آره دختره گفت من همتون رو پایم گفتم خب حالا اینا خوابم بذار من بیام بعد من میام بعدم برای اینا تعریف میکنم
برگشتم خونه با دونات، گفتم سلام بچه ها، گفتم سلام. بعد خشکی باورش نمیشه، گفت دروغ میگی. آره میگه. رفتم دختره یه دونه این مجتمع های مسکونی داشت، گفتم بیا تو پاشیم پرید. گفتم خب بریم. گفت نه اینجا نه، بذار نشون میدم. منو برد اون گوشه مجتمعه که مثلا اون پشت مثلا چه میدونن تأسیسات و زباله و اینا هست، مثلا اونجا پارک کن اون گوشه. بعد گفتم آره بر میگردیم سمتت. من فکر کنم اینا با کله میرن. آخه خیلی دافو داف و اکیکیا بود که مثلا استانداردهای داف تو با بقیه ماها بازم اونم متعادلش تو سفر خیلی فرق. چه میدونم دنبال یه سه چیزه دیگه هم دیگه. من اینو میخواستم بگم، همین که بحث صحبت و اینا بود، بذار بحث بچه بحث دور نشیم. بخوام بگم که ولی پیدا کردن یه رابطه، چون حرف این نقطه خیلی مهمی رو تو اشاره کردی بهش که من خودم هنوز توش مشکل دارم وقتی که میخوام وارد یه رابطه عمیق تر بشم، چون یه آدمی که بهش خوب خیلی جذب میشم، آدمی که معمولا بیشتر وقت آدمی که خیلی ثبات زیادی دارن زندگیشون، موفقن. من تو خود زنای خیلی موفق و قدرتمند و قوی و این چیزا رو خیلی دوست دارم و حتی همه جور دوست دارم، این چه میدونم. آره. ولی منظورم که حتی با آدمی که اون قشرن و اینا که وقتی دوست میشی همه میگن نه ریلکس رام تو، اگه مثلا کار نکنی و فلان دنبال موزیکت بری، یا همه در حرف با این اوکی هم، ولی در عمل تو اگه اون قسمت لیوان خود رو نتونی پر کنی توی رابطه، حالا لازم بخواست لازم مالی و لازم اقتصادی، همین به روی خودشون نمیارم. ولی تو دنیایی که امروز زندگی میکنیم یه جا به بعد شروع میکنیم مسئله ایجاد کردن. اگه بار خودتو نکشیدی؟ نه من هم بار خودم حتی میکشم، ولی توی این بحثی که تو وقتی که وارد یه رابطه با یکی میشی، توی اگه خونه من این تجربه خودم دارم چند وقتی که اگه خونه دختری من میرم، خیلی کم پیش اومده که من بخوام خونه اون، حتی اگه بخوام کانتریبیوت کنم پول رنت بدم یا هر چی بدم، همیشه یه داینامیک عجیبی برای چند وقت اونجا بود. چون میدونی که من قراره دوباره برم سفر، برم دوباره اطرافم کلی آدم، منم که خب نیمچه اوپن ریلیشنشیپ قضیه‌ام، نمیخوام خیلی حال نمیکنم و بهشونم حق میدم، یعنی اصلا اینجوری نیست که بخوام اونو اجبار کنم، ولی با خودم دیگه اینقدر راحتم و تعارف ندارم که خودم دیگه نمیخوام تو موقعیت قرار بدم که نمیخوام باشم. من میفهم کارا چی سخته، اصلا آدمای سبک ما مثلا اگر مثلا پسر سخته، آدمای مدلی سختن که مثل ما باشن، چه برسه اینکه همه چیم کامپریبل باشه، یعنی مثلا مطابقت داشته باشه با روحیات تو اینا. مثلا تو سفر بکنی اونم مثلا سفر بکنه، چه میدونم بره مثلا کار دستی بفروشه، مثلا با لپتاپش کار بکنه، کار ژورنالیستی بکنه، کمن دیگه. اکثرا همه نشستن یه جا و مورگیج و رفتیم تا آخر عمر. آره و اصلا این زندگی مورگیج اصلا خیلی ازش میترسم، اصلا نمیتونم تصور کنم هر روز خونه رو بری اینجا این کارو بکنی، اون لوله رو درست کنی، این فلان کنی. اصلا نشستن توی یه جا راکت بودن برای من یه ترسیه. من قسم خوردم که این کار نکنم، من از ترس اینی که میگی، یعنی به خودم قسم خوردم که مثلا قسمو بشکونم انگار بخوام ناوردی کنم، تا آخر عمرم نه رنت بدم نه مورگیج، راحت بخوام چیزی بخرم پولامو جمع کنم میخرم، یعنی نه وام مسکن بگیرم نه اجاره. چون واقعا آخه تو همینجوری راست سری زندگی تو میکنی، بعد باید بری توی ساختمون چت چیز امضا کنی یاد بیای بیرون به الان 300 هزار دلار بدهکاری. خب نکن این کار دیگه، میتونی آدمی باشی که چیزی ازت بزرگ نیستی. چه میدونم والا، ولی خب ملت با کله میرن میگن. بعضی وقتا خود دیدی که تو سفر برام پیش اومد، من یه کنسرت بودم با یه دختره چش تو چش میشم رو استیج دارم میخونم، میگه آقا این زن آیندمه دیگه، اصلا میرم جواب منم که یادت چی میگم جهتی هانه چی میگی تو میگم که حالا زن حالاتو پیدا کن آینده پیشکش زن آینده داریم شام داریم امشب بخوریم نمیخواد داره دوباره زن آینده هست بگی والا نه همیشه، ولی از درونت این حس مثلا که میخوای این چیزها رو میزنه بالا و امیدوارم بهش برسی. مثل من که پستم مثلا یه زمینه یه علاقه اشلاق میخوام، امیدوارم بهش برسم دیگه. تو به هر حال همیشه گفتیم خواهی بچه دارشی و راه بچه دارشم از این راه میگذره و آره خیلی دوست دارم، یعنی واقعا دوست دارم بچه‌ام با هم تو قنداق تو سفر دوشم باشه و بریم ما این ور اون ور، خیلی برام. آها یه چیز خنده‌دار دیگه خشی بیگفتهش که با دیدن یه داکیومنتری ما درست می‌کنیم، روز توی اینستاگرام دیدی خیلی‌ها این هیپستر پولداری‌ها میان ون لایف هشتگ ون لایف اینو درست می‌کنن، بعد
در ماشین رو وام میکنن، این منظره زیبایی کاملا کشره، کاملا ربطی به ونلایف نداره. من بیشه ونلایف تو رو تعریف کنم، در رو واز میکنی، یه تپه استفراغ، یه گوشه ماشین، یه کاندوم استفاده شده، یه گوشه یه دیگه، آره، بغل این زباله پارک کردی، دختره از کله از پنجره عقب داره میپره بیرون، در رو کار نمی کنه. یعنی آره بابا منو خشید داشتی میگفتی آقا یه دور داکیومنتری درست کنیم که آقا فقط ریال ون لایف رو اکسپوز کنیم. چند تا هستن اداش حقیقت ون لایف، اینا میان انقدر چیزش میکنن، گلوریفایش میکنن و میگم آقا زندگی فلان بی شما چه میدونم آخه نمیتونی تو من تو کف اینایی هم بابا، ما هر چقدر سعی میکنی تمیز باشی انقدر اکیومولیت میکنی آشغالی را جمع میشه. آره اصلا من نفهم اینه که مثلا آشپز خونم دارن و بعد تخم مرغ و پیکر و بعد نون خودشون هم تو ماشین خودشون میپزن، اصلا اینجوری هم که چه دوری آخه. آره آره بیرون باید مثلا من فهمیدم که دیگه اصلا کلا آشپزی بیا اصلا تو هوای گرم باید باشه، برای همین باید برم از اورگان چون نمیشه بار این کارو کرد. باید تو بری تو پارک مثلا منقل اینا برا کنی و بعد دوباره مثلا جمع کنی و اینا، اون تو نمیتونم آشپزی کنم دیگه، ولی اینا میکنن دیگه. دیدم فیلماشو خیلی خرج کردن ولی آره اون چیزی که میبینی یارو مثلا در رو باز میکنه انگار یه آپارتمان خفنه، نمیسی باور کنی چقدر خرج کرده یارو. آره آره یه فکرم مثلا ستهایی خرج کرده مثلا رو ماشینش که اونجوری شده. آره چقدر خوش گذشت ولی خداییش هی راندهی کردیم. من فکرم میکرد دلائل دیگه هم که به اون خیلی خوش گذشت که اکیپ این سری هیچ کی ادا اطفار نداشت. ما همه ما آره. گفتیم رو زمین بخواب میخوابیم، میگفتیم پاشیم پا میشدیم، میگفتیم آقا شب فلان میکنیم میری بکن میری عشق حال بکنی بعدش این ساعت خونه باش، نمیدونم همه خیلی به موقع همه کارشون رو میکردن، هم شیطنتشون رو میکردن هم کارشون رو خوب میکردن. دخترم خیلی مهربون بودن، نه آره مهربون تر بودن این دفعه، همیشه بدخلاق هم دخترم خیلی مهربون بودن، همیشه خاکی باشون معاشرت میکردیم و بعد میرفتم به کارشون. من خیلی راضی بودم از سلامت معاشرت ها، خیلی خوب بود. وای بعد یه شب رفتیم مهمونی تو الهده، مهمونی بچه معروف پول دادی و اینا، اصلا یه وضعیتی بود قشنگ بابا. اله اصلا سورئاله، اصلا بعد از پورتلند هی تو پورتلند هی مردم سعی میکنن هر چی خاکی تر باشن که خاکی تر باشه، مثلا کفشم سفیده برم پام بکنم تو گل. بعد اینا خودشون رو به یه سطحی ارتقا دادن، دیگه از راه رسیدیم داشتن اینجوری مثلا انگار مثلا مجسمه های یونانی دارن میدونن مثلا صخره ها رو بلند میکنن پرت میکنن اینور اونور بعد ملق میزنن. اینجا کجاست دیگه، کاملا متفاوت بود با هر چی که جای دیگه هستش. آره ولی مثلا به قول این دوستامو که میگفتم انت مجبور میشی که تو هم مثلا پیرنتو بکنی و سعی کنی هیکلتو خوب کنی، اله اینقدر همه دیگه خوش هیکل و فلان و تیچ و اینا، به قول تو پورتلند اونجا مثلا بادی پاسه یه رو چاق چربی ها رو میندازه بیرون، میگه مثلا تو تیندرش هم میگفت، تیندر میگفت چی میگفت مثلا کلمه های خیلی آره نه تو تیندر، تو خیابون همه چی اصلا کلن ارزش ها وارونه است، یه چه معلومه که یه سری ارزش های آدمایی که اون سبکه میرن، یه دو قطبیه خود در بین همین وست کوست که غرب آمریکا که هر مثلا پیش و لیبرال هستن، توی خود اون دوگانگیش مشخصه، یه سری همه سخت اولترا خاکی از اونوری هستن، هی باری پازیتیو یعنی مثلا نسبت به بدن مثبت هستن، مثلا عکس میگیره یارو مثلا فتوشوت میکنه اصلا تو جنگل خپل خپل همینجوری اینجوری رولاش رو هم رو هم اینجوری مثلا چست گرفته گرد مثل تو، و اینجا مثلا یارو داره مثلا میده میگه ای من یه ذره چربی دارم پیرهنم نمیتونم درارم، بذار من 18 کیلومتر بدوم تا چربیاش بره بعد میتونم مثلا خودمو نشون بدم به دنیا. بعد اون یکی دوربین گذاشته داره پرن درست میکنه با 300 کیلو وزن دنیا بذار ببینم تو چربیم. آره کیره تو چربی دنیا رو بذار من تازه افتخارات میکنه، بعد یکی به یه چیزی بگه بهش میگه بر بابا تو اصلا نمیفهمی ما آدمایی هستیم که با بدنمون راحتیم و خیلی فرق داره خیلی. ولی واقعا میان خنده دار تنگ تکس هایی که دیدم برای من امروز بوده که تو تیندر با که مرد کردی یارو نوشته بود بیا دستشوی صبح تو اینجا بکن موقع دستشوی من برای ساک بذارم. آره اون گرایندر اپ مردگی هاست. آره گرایندر اپ مردگی هاست و من گرایندر دارم به خاطر اینکه درسته که اپ مردگی هاست ولی هر کسی میتونیش ثبت نام بکنه، من میرم اون تو مثلا یارو میگه که میتونم مثلا من میکنی، بعد میگم نه ولی زنتو میکنم مثلا، بعد اونم میگه باشه بی بکن خب، ولی
تو هر شهری که وارد میشی، از شهر که وارد میشی همینجوری شروع میشه. ببین گرایندر یه جوریه که خیلی فرق میکنه، نیست مثلا بر اساس مسافت دورت نشون میده، یعنی آدم اولین از ترین آدم آدم دومیه یه خورده دورتر نشون میده. تو مثلا اینستال میکنی همینجوری مثلا عکس کیر و سوراخ کون پشمالو اینا همینجوری میریزه تو موبایلت، بعد عجیبه مثلا اصلا اینستال میکنی سرتو بلند میکنی یارو کیرش داره می تو چشت مثلا، چون این نفر اینستال کرده تو دنیا واقعی کیر یارو می تو چشت مثلا. خب خیلی عجیبه غریبه. بعد میخوابی صبح بیدار میشی چه عجیب غریب میبینی دیگه. همین که من صبح پاشتم دیدم، همین که تو میگی نشون دادم، یارو میگه که میدونم صبح پای شدی نشستی داری میرینی، بذار من بیام همون که داری میرینی من کیرتو بخورم، خیلی حال میده. میگم خدای من بس که من فرنامون رو دست میدیم قشنگ بعد از این کانورسیشن ها. اگه مثلا فک فامیل هم دارن گوش میکنن اینا، باید اینا همشه من خجالت میکشم دیکیم بهم میگه سلام را من خیلی دوست دارم و اینم مامانمه، مامانم همه پادکست رو گوش میده و الان جیسون داره ایسه در مورد کیر روی دستشوی و اکسیدن حرف میزنه. خب من آورو میره دیوز اصلا. ببین ما تصور میکنیم که مثلا چه خبره، ولی اون تصورات ما واقعا به اون خبرهایی که هست نمیرسه. یعنی کارهایی ملت میکنن که واقعا تعجب میکنیم. از این هم اصلا درست میگه، یعنی همه آدم، حتی آدم هایی که مثلا الان دارم میگه اینا چقدر بیادبن یا فلان، اینجا خودشون مطمئن باشی کارهایی توی توی آره توی خلوت خودشون یه کارهای انقدر عجیب غریب و فاکت اپ و کسخویی. من اصلا فقط فرقم اینه که در موردش حرف میزنیم، خجالت نمیکشیم. بعدم یه چیز دیگه هم هستش، اونم اینه که تو ارزشاتو بر چه چیزی بنا میکنی. قبلا گفتیم من ارزشم بر اساس کانسپت، بر اساس رضایت طرفینه و چیزه و لذت بردن طرفینه. حالا تو بگی مثلا این غیر اخلاقی که تو نفر راضی ان چم چوب تو کونم بکنن، یا کل جهان اسلام همه اون ازدواجا که نخواستن که 16 سالگی دادن بزن، یا مثلا زورشفونی آدم ها که تو سطح پسر دوست پسر بودن رفتن توی مثلا ازدواج کردن، یا به هر حال اصلا سطح رضایت با این دنیایی که ما بهش میگم دنیای غرب فرق میکنه. اینجا شدیداً ما به رضایت اهمیت میدیم، یعنی که حتی مثلا داری میکنی هم یه لحظه وای میسی مثلا خوبی اوکی نه خوبم وای میسم اشکال نداره، تو باید مثلا راضی باشی مثلا مهربونی و در نظر گرفتن و اینا. اونجا تو ایران من یادمه چه اون که اگه شوهرت نکنی مثلا غیر قانونیه، یه چیزی داره با چه شروع میشه، این شنوندا میگن اون حق اسمش یا هم رفته، خلاصه قوانین اسلامیه طواف میگن، طواف که اون که دور کعبه میگن. ولی آره اگه زنه با شوهرش نخوابه، ببین ما این کلکلا رو میکنیم با روشن فکرای مسلمون، میگفتن که شما این روشن فکر مسلمان اصلا اکسیمورانه. آره. اکسیمورانه. میگفتن شما توی دنیای قبر ریپ بالاست، ببین چقدر ریپ داریم مثلا، چقدر تجاوز میشکنیم. نه خیر، ما شفافیت داریم و اینا رو بررسی میکنیم و در موردش کار میکنیم و سعی میکنیم که درستش بکنیم. شما نصف اکثریت قریب به اتفاق همه ازدواجاتون هر شب به زنه داره ریپ میکنه، زنه داره ریپ میکنه یارو، و ما فقط صداش در نمیبینیم. بحث ما فرق تعریف ریپه. حالا من دارم میگم بحث ما فرق تعریف اخلاقیاته. اگه من دارم نشستم دارم میرینم و یارو دلش میخواد بیاد چیره من رو بخوره و من راضیم اون راضیه یه چیزه، ولی اگه اون مثلا خجالت میکشه که من مثلا امشب نخواهم مثلا به شوهرم بدم ولی من ولی مجبورم بدم به خاطر این مسائل و اینا، اون توی استاندارد ما ریپه. فکر خلاصه نه این مثلا ادا تنگار در بیر میگیم ما مثلا موضع برتر اخلاقی داریم، شما مثلا آدم های مثلا بدی هستین. نه من حواسم هست، من موضع برتر اخلاقی این میدونم، پاشم وای میسم دعوا هم میکنم، همین که هست. خب اصلا یاد دوباره ایران میافتم و اسلام و حجاب و عصبی میشم قشنگ. اصلا اونو... هیچ رفتاری که توش رضایت طرفین باشه مشکل نداره، این هژمونی اخلاقی اون سطح رضایته که نوک قلهش اینه که دو طرف فاکیه باشن. بله حتما خیلی دوست داشتم، خیلی دوست دارم، خیلی خوش گذشت. این اخلاقی خیلی برتره از همه چی. همه خوشحال دمت گرم ما هم دوستیم. این روابط میکنی این گونه است مثلا توی تمام چی میشه مثلا من خیلی دیدم جیسن پسرای ایرونی که اصلا بلد نیستن با دختر ارتباط برقرار کنن، یعنی کم هم نبوده، یعنی از شرق تا غرب آمریکا خیلی پسرای ایرونی. بابا این بچه‌ها تو نیویورک میومدن اصلا شاپ ما پیاده میشدن، من سانوار میدونستم که من باید با اینا حرف بزنم چجوری برخورد بکنن،
اون بچه ها میگفت دهی میگفت تو چشنا کن سمو اول که پایین نگاه میکنی بی احترامی تو چشش نگاه کن آدم حساب کن دختر رو باش صحبت کن بعد مثلا بعد مثلا محتاطانه مثلا یه چیزی مثلا یه چیزی مجازه مثلا تو یه جایی مثلا که میبینی که سعی میدی مثلا دست میذاری رو شونه مثلا مثلا من شونه یه جایی مثلا در میانه و بری مثلا خودشو عقب کشی شونهشو بهت نزدیک شو مثلا بعد میتونی بذاری دست رو کمرش ولی مثلا اگه عقب کشی شونهشو مثلا تو هم مثلا عقب میکشی بعد دوباره یه صحبت مثلا خیلی سیفی میکنی که راستن راجع به جنسیت نیست یا اگر نه خوش به تو نزدیکتر کرد یعنی این داره با زمان بدنش به تو داره رضایت نشون میده و تو بهش نزدیکتر میشی و راجع به صحبت میکنی خب صحبت نکنی خجالت بکشیم آخه میدونیم با تو اونجا که صحبت هم نکردیم که بعد صحبت میکنی پیش میکشی چیزای دوست داری چیزی دوست نداری همه اینا دور آموزشی میخوان بعد اصلا رضایت یعنی چی آره من به تو گفته من یکی من گفتنش احتیاج دارم من اصلا برای اینکه حرکت جنسی رو با یه آدم انجام بدم قبلش من وربل چیز میخوام رضایت لفظی احتیاج دارم تو یه کس رو به من هوا کن هی ممت رو به مال رو صورتم آقا من تو سوال میکنم میتونم به تو دست بزنم و تو باید بگی بله تا من این کار رو بکنم یعنی اگر ضبط میکردم این صدای باید تو حلقوم تو در بیاد میدونی چی میگم پاتم اینجوری زانواتم بغل کرده باشی بی بکن من تو سوال میکنم اوکی میخوای اینو مثلا میگه بله بعد به کی تبدیلش میکنی مثلا میگم جون میخیلی دلت میخواد نه اونم مثلا میگه آره مثلا خیلی لازم مثلا خشک و فلان و اینا باشه یعنی اصلا ما این کارا تو ایران نمیکردیم هی میگفت نه 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 تا بکنی هم میگه نه خیلی زشته ولی همینه خب دیگه یاد بگیرن یه دوره چی بودم یه مستر کلاس کامیونیکیشن و رضایت ارتباط و رضایت میتونیم بذاریم من تو فکرم خیلی بچه ها نیاز دارم من برای همه بچه ها میذاشتم تو نیویورک همه این بچه ها میمیدن باش همه این صحبت ها رو کردن نه میدونم برای تو میتونیم اصلا یه اپیزود پادکست ضبط کنیم فقط انحصار بدیم به این موضوع چون من میگم تو سفر هم میام همه جور سنه تنها بچه هایی که مثلا دیدم راحت ترم اونایی که این ور بیشتر داره بزرگ شدن باسه داره بیشتر دستشون میاد که نوعیت خب تو استقاق از سن پایینی پسر و دختر رو جدا هم هرچه هم روشن فکر رو هرچه هم کول و حتی بالا شهر باشن پایین که حتی فرق از زن پایینی جدا هم میدونیم و خب طبیعتا یه اتفاقاتی که میفته وقتی که با هم دیگه قاطی یعنی بچه ها که راحتی هایی که ایجاد میشه و یه تعارف هایی که میریزه یه خجالت هایی که میریزه که دیگه راحت بتونن کنار هم دیگه ارتباط برقرار کنن توی کشور ما نیست مثلا من اصلا بعضی وقت تعجب مثلا دوستام که میگم مثلا من میخوام با این دختر دوست بشم مثلا اینو بگم خوبه یا اونو بگم یا مثلا این کارو کنم بعد میگم اصلا برام خیلی عجیبه که میگم خیلی ساده رو هنوز درک نمیکنم نه برام خیلی خیلی عجیبه و فکر میکنم که یه کمک بزرگی میتونه باشه برای خیلی ها که تو نوع چجوری ارتباط برقرار کنیم چجوری صحبت کنیم چجوری محترم باشیم چجوری رضایت رو بهش برسیم همه این چیزها یعنی نیاز به گفتمان بیشتری داره که جلوی چی میگن تهاجم جنسی و این چیزها رو بگیریم و همه چیز خیلی صاف و صوفتر و راحت‌تر باشه چون من تو هر چقدر بگم حرف میزنیم و فلان میگیم اینا 100% اتفاقاتی برای ما افتاده با رضایت بوده هیچ وقتی موقعی نبودیم اصلا من که خودم من ادعا رو میتونم بکنم بله یعنی تمام این موقع هم که با توی این سفر هم خیلی خیلی خنده داره همه هم بعضی هم فکر شب داریم همه رو میکنیم بیشتر وقت ما هنگه خسته و نشه و داغونیم که ولو شدیم دست بکیر اصلا یعنی من اصلا نمیتونم از نمیتونیم دو کمش به تو میخندیم دیگه آره بابا فایر دیگه. بعد شو الی بچه ها مثلا پسیدوشین شده و روشو نمیشد میگفتن اصلا افتر پارتی خوش میگذره ولی مثلا 4 تا زاخار اینجا نشستیم داریم مثلا آجیل میخوریم آره فکر میکنی چه خبره مگه نه ولی فقط ما چون آزادانه راجع به اینجا صحبت میکنیم اینجوری میشه این و درسته این کلیشه که به وجود میاد که مثلا میگن مردای ایرانی و مثلا مصری و عرب و نمیدونم اینا همه از خاورمیانه مثلا زن ستیزن و مثلا زنای اونجا خیلی مثلا خوشگن تو رخت خواب و مثلا یا خود خودشو میگیرن اینا بر این پای است دیگه این ارتباطه برقرار نشده که هم مثلا زن خودش ابراز بکنن نیازهاشون رو بتونن به زبون بیارن درخواست بکنن بطلبن اون نیاز رو از طرف مقابل من دوستم اینجوری باشه اونجوری باشه اصلا نه فقط این حالت پیلو پرنسس این که مثلا بخوای بگی هر کار دوست داری بکن مثلا تن بدی به جریانه و این تن دادن خیلی ناجوری دیگه و اینکه مردم
این ارتباط رو برقرار نمی‌کنن که هی فکر می‌کنن که مثلا باید مثلا ایمپرسش بکنی، براش مثلا خرج بکنی، براش مثلا شام ببریش، بعدم مثلا ساکت میشه یکی از این شب‌ها و اجازه میده مثلا تو باش بخوابی. نه اصلا این شکلی نیستش آقا جون. از همون لحظه اول، از همون مکالمه اول داریم مذاکره نگوشییت می‌کنین. توی دوز ادوکیت بود میگفت الان داریم مذاکره می‌کنین، و میگفت همیشه تو فرض کن همه حرفا مذاکره است. یعنی تو فرض کن از همون چشم اول، بادی لنگویج اول دارین با هم دیگه این رقص رو انجام میدیم و باید بدونیم که این رقص چیه. دوستان من این فکر میانیم دوستان شرفتیم من میمیتونم بخواد بگیم من تو انقدر سفر زیاد میکنیم یه دو اینکه برنامه و فستیوال و داستان من این تیم مزرشم اینکه همین ارتباط برقرار کردن با آدم های بیشتر، از فرهنگ های بیشتر، از طبقات مختلف جامعه دید تو رو خیلی بازتر میکنه، کمک میکنه. مثلا من نگاه میکنم هم من، هم تو، هم خشی، هم مارسل و حتی دیدن، یعنی واقعا با همه بعد با همه جا ما رو ورسونیم، ما رو جمعی صحبت کنیم و با همه گفتیم میومدیم کنار میومدیم. من فکر کنم یه مسئله گنده دیگه من دیدم تو خیلی از بچه ها اینی که آقا آدم ها از محله خودشون نمیرن بیرون، یعنی از اون کامفورت زون خودشون نمیرن بیرون، اونجا یا دوره یا فلان. آقا با تو خواهشی بری اون فستیوال، بری این برنامه، اون کلاب، این کنسرت، این پارک، با خود اکتیوی و انگه خود رو مقرر بده توی موقعیت مختلفی. ولی مثلا هم در همین بیشتر بچه ها به همه میگن، حتی اونم که در اعتماد افشون پایین هم میگن که آقا نیویورک ولی خیلی بالتره از این لحاظ، چون نیویورک میتونی تو انقدر تراکم جمعیت زیاده با هزار تا آدم رفیق بشی و حرف بزنی. تو محله مختلف دهکده دهکده است از اقلیت های مختلف. درسته. نه استرالیا یه رسم خیلی جالبی دارن، اونم اینه که اول هیچ های کردن، یکی سر خیمون وایسی بری این بر اون بر خیلی پنجاره، یعنی پذیرفته شده است. و اینکه بعد از دبیرستان دانشگاهش کی نمیره. حالا مثلا اون پول داره، مثلا بلیط دور دنیا میخره، اون فقیره هیچ شک میکنه دور استرالیا میچرخه، اون که مثلا نصف قیمت داره روی کشتی کار میکنه، مثلا میره آسیا رو میگرده مثلا اینا، و بعد میرن دانشگاه. یعنی اون خودشناسی، مراحل خودشناسی، تکامل آدم اینجوری که مثلا بچه کودکی، مدرسه، دبیرستان، سفر، دانشگاه، اون سفر چند ساله جهانی. و به سطح مثلا میگم سطح مثلا پولداری هم ربط نداره. بعد توی آمریکا بخش بزرگی از این دموکراسی آمریکا، این جامعه باز، این داشتن حق انتخاب و داشتن خود انتخاب هاست. یعنی اینکه این دیگه یک داستان کلاسیک آمریکایی که توی آهنگ ها، توی ادبیات هستش، که تو یه بچه هستی 18 سالت میشه، یه تابستون کار میکنی، یه ماشین میخری، میری، شاید دیگه هیچ وقت هم ایالتت بر نگردی، میری این ایالت یه سازنده میکنی، اون ایالتت دو سازنده میکنی، میچرخی. بعد چون ایالت ها، این سیستم فدرال اینجوریه که تم بیشتره اون قوانینی که رو زندگی تو تأثیر داره توسط ایالت تعیین میشه، نه توسط دولت مرکزی فدرال. یه سری چیزا متفاوت میشه، برای همین خیلی متفاوتن. تا اون جایی رو پیدا میکنی که براش خوبی، بعد تازه اونجایی پیدا میکنی که براش خوبی، شاید مثلا امسال خوب باشی، بزرگتر میشی، عوض میشی، میری یه جای دیگه. خب یعنی خود جامعه تو رو به این سمت میرونه، یعنی خود تو میره تخمی میبینی مثلا این موقعیت های بهتری توی ایالت اونورتر هستی و پا میشی میری. ولی متاسفانه از جمله ایران و جای دیگه دنیا اصلا اینطور نیست. به تو حالت محافظه کار هستش که به تو فشار میاد که تو نه باید بمونی اینجا، کار پدرت انجام بدی. بابای خودم دیگه، من چرا مش رابطه خوبی ندارم؟ دیگه اصلا کل نظام ارزشی با من متفاوت بود. همیشه دوست داشتم مثلا مهندس بشم، کارمون ادامه بدم، ساختمون بسازم با اینا، که این از لجه اون مثلا هدف ماموریت زندگیم این شد که بابام نشم. من فقط بابام نباشم، هوملس باشم، بمیرم، من راضیم. میدونی چی میگم؟ چرا اینطوره؟ به خاطر اینکه سیستم ارزشی دیگه ای. حالا چی گفتم مثلا؟ اینجوری رسیدیم. ولی آقا خیلی خیلی دلم برای تنگه، خیلی هم خوش گذشت. و میگم کم کم اینو ببندیم، اینو تو داره یک ساعت میرسه. برو میخوام این اپیزود چیز ضبط کنیم، اپیزود با آیدین AI. آره بعد یکی که نوشته بود که بابا آیدین کیه، این کوشیار که خداتر از آیدینه، آیدین رو ولش کن، کوشیار رو یقه کن. بعد کوشیار، بعد بچه ها، آخه من همینجوری دارم دیتک میکنم، دارم عمل کرد، دارم عکس العمل افراد رو نشون میدم. نه دوتا عکس با کوشیار انداخته بودیم، هم میگفتن بابا اینا با هم دیگه پادکست بدن، چی کن جورش کن دیگه. احتمالاً دیمن هست، احتمالاً تقاضا هست. من دارم تعریف کنم اینو تو اپیزود قبلی یا نه، ولی من تو مهمونی کوشیار و جیتال هی سیخ میزدم، میخواستم به جورم بندازم دعوا کنم، با من زد سیخ برای خنده.
ولی بابا رفیق ما گفتش آدم های تالرنت هستی، گفتش که سر چیز سر نون و ماست، سر نون و ماست همه با هم رفیق میشه، همه با آشنا شدیم که این نون و ماست خوب است پس بخوریم. ولی بخوام این همه این برخوردشان دوتا میام، یعنی این خلاصه داستانه که واقعا ما توی توییتر هارت و پورت میکنیم و جیغ میزنیم و داد میزنیم و دعوا میکنیم، ولی در واقع بخوام بیشتر آدم ها تالرنتن، تحمل بالایی دارن، به هم دیگه نظرهای مخالف گوش میکنن، دعوا نمیکنن. یعنی عمرن مثلا مانی و پارسام تو گروپ تو میگه صبح تا شب امام دعوا کردن، تمکین کلمش تمکین بود جو. که اگه زنه با شوهرش نخوابه مدل قانون شکنیه. هر که کشور مسلمان گفت شما تو غرب ریپ زیاد دارین، تو فقط یک کلمه بهش بگو تمکین کسم من تمکیر. آره من نگم جنسیتی نشه چون عمود چه میدونم، ولی آره برو بابا تمکین اصلا قانون تمکین توجیه ریپه. بس سلام این هم از این ببخش من بین حرفت پیدم یا هم افتی حرفم چود. آقا ما بریم و بریم یه اپیزود حالا با ای آی باز رب کنم، یه اپیزود هم مانی میگه آقا بیا با جیسته میخوام حرف بزنم کلی بحث هستش رو اینم تو برو تو برو بچت هم باش بکنم، من که حالا سیقم بحث ها رو زیاد ندارم دیگه همین دیگه، بس میبینم از زودود واقعا هم اکیم وی تو سی یو اگن دلم خیلی برات زودی برگرد تا برگردی من میرم چین کوموهای اینجا با سرخوستا میرخصم یه زمینی میخرم بعد برمیگردی میریم آتش بشم مابا چاکس. من دوچار لکنتم ولی پر از حرف، تو قلب من زمستونه نشسته برف. حالا گوش کن بعد فراموش کن، من همیشه تلخم و همیشه سخت، گم شدم میونه هرچی نیست و هست. حالا گوش